صبح بخیر همیهنان ارجمند، هنگامه افشار در برنامه رو در رو. امروز شنبه 8 بامداد 31 از ماه دسامبر 2011 میلادی، در واقع آخرین روز از سال 2011 است. امشب نیو ییرز ایو یا شب عید مسیحی است و آخرین برنامه است که ما در سال 2011 خدمت شما ارائه میدیم. تبریک و تهنیت به تمام مسیحیان عزیز و حتی اقلیت های دیگر، چون خود ایرانی ها فرزند این مراسم رو جشن میگیرن. امشب همه به نوعی پارتی دارن، یا در خانه یا در جای. ما هم دیگه قاطی شدیم و روزهای شادی رو ما ایرانی ها، چون روزهای شادی خودمون رو ازمون گرفتن، اندک شده در خارج از کشور که هستیم، علاوه بر زنده نگاه داشتن روزهای شادی ایادین ایرانی، این روزهای شادی بخش امریکایی رو هم جشن میگیریم که مهمترینش هم همینه: تنکسگیوینگ، کریسمس، عید. چه بسا که اصلا در کریسمس هستش که خانواده ایرانی به خاطر فرزندانشون که در اینجا متولد شده ان مفصلتر میگیرن، در واقع جیبشون خالی میشه به خاطر رد و بدل کادوهایی که هر کس باید به دیگری بده. حالا ما هر سال موقع آخر سال یک بررسی داریم از آنچه که گذشت در سال گذشته و گاه حتی متخصص رو دعوت میکنیم. امسال به دلیل این جنایت عظیمی که در دالاس تگزاس، یعنی همین شهر که بنده ساکنش هستم و در چند، یعنی در فاصله نیم ساعتی اینجا رخ داده، کشتار عظیمی که توسط یک پدر و کشتار دو خانواده در آن واحد در روز کریسمس، چون اخبار ضد نقیض بوده، کامل نبوده، کسی دسترسی به خبر نداشته و پلیس هم آن چیزی که تشخیص میداده، اطلاعات کم، اینها رو وارد اینترنت کردن، این اخبار حالا درست و غلط و کم و زیاد همین گونه میچرخه. اما چون بنده ساکن اینجا هستم و متاسفانه دوستان، صمیمی‌ترین دوستان من بودن خانواده یزدان پناه و خانواده زارعی، کشتار عظیمی که اتفاق افتاد، من امروز گزارش کاملی دارم در این ارتباط، چون جامعه ایرانی نمیدانه چه اتفاقی افتاده و چه شده، چرا یک پدر میاد و این گونه قسی و قلبانه خانواده رو یکی یکی کشتار میکنه و بعد خودش رو هم دست آخر. این خدمتتون بگم تجربه که من دارم در امریکا در اطراف کریسمس، به ویژه شب کریسمس یا روز کریسمس، پیوسته اخبار هولناک جنایی بوده در خانواده ها. روی مثلا جان بن رمزی، اون بچه کوچولو که کشتار شد در روز کریسمس و تا روز آخر میگفتن مادرش شاید دست داشته در این کشتار. اون پترسون، کسی که همسرش حامله بود 9 ماهه و خودش این زن رو برد و کشت. در اطراف کریسمس به خاطر اینکه این اعضای خانواده به نوعی با خانواده جدایی روحی و فاصله‌ای میفته و میبینن همه شادن، خوشحالن، بیشتر از همیشه به اینها ضربه میزنه. به همین دلیل شما هر سال در اطراف کریسمس یک واقعه هولناک رو در امریکا میبینید. متاسفانه امسال این واقعه هولناک به نام جامعه ایرانی افتاده و این خبر و این اتفاق در جامعه ایرانی افتاده. این خودکشی و دیگر کشی توسط سلاح در دالاس شاید به نسبت ایالات دیگر امریکا بیشتر باشه. چرا؟ چون ابتیاع اسلحه در اینجا بسیار ساده است، آسان تره، حمله اسلحه کمتر، کسی است که اصلا سلاح نداشته باشه.
و به گونه ای که حتی اگر همسایه شما کسی بیاد و بخواد تجاوزی بکنه، همسایه حق داره که اون شخص رو بکشه. این اتفاق چند سال پیش افتاد. من وقتی که وارد تگزاس شده بودم که همسایه و پیری نگاه میکرده دو سیاه پوست بیچاره به وارد خانه میخواستن بشن، زنگ میزنه به پلیس، اینا مسلح هم نبودن. پلیس میگه دست نگهدار، ما میان. میگه نه من خودم اینها رو میکشم. پلیس هرچی میگه میگه نه و میکشه. و عجیبی که در دادگاه تبرئه میشه، چون هیئت جوری بر اساس قانون میرن. قانون تگزاس هنوز بر اساس همون کابوی، فیلم های کابوی یادتونه؟ گرچه ما فیلم های کابوی میبینیم اکثرا سرزمینش تگزاسه، خود مردم شهر، خود فرد قانون تعیین میکرد، کشت و کشتا. و این حالا به این روز که این دنیای تمدن رسیده، این حمل اسلحه، گرفتن اسلحه بسیار آسانه. و خدمتتون بگم که ما اتفاقاتی که در جامعه ایرانی افتاده به علت نظر داشتن به ثروت یا عشق با اسلحه زیاد بوده. یکی برادران فیضی بودن، فحش فروش، که همدیگر رو کشتن و خیلی مشکوک. و بعد نوع دیگرش، انواع مختلف، حتی صاحب یکی از دیسکوتک های معروف خودش رو کش. چند هفته پیش یک جوان، یک ماه پیش یک جوان خودش رو کش. و باز یک فرد ثروتمند کشته شد، هنوز پلیس نفهمیده چی شده. این جنایات با اسلحه متاسفانه خشونت در دالاس تگزاس در بین ایرانی ها هم نسبتش بیشتر از ایالات بیشتر دیگره. اما این واقعیه دهشتناکه که در روز کریسمس 2011 اتفاق افتاده و الان جامعه ایرانی تگزاس رو روحن بیمار کرده، روحن بیمار کرده. و رسانه های محلی، اهم از رادیو، تلویزیون، روزنامه، سی بی اس، ام بی اس، اینا در تمام اخبارشون دارن این خبر رو پوشش میدن و دنبال انگیزه میگردن. انگیزه که انگیزه چه بوده؟ چون خانواده‌ای بودن، بله، خبرنگارها میبینه این شخص عزیز یزدان پناه، این آقا در معاملات ملکی بوده، در سرمایه گذاری بوده. آنچه که من راجع به این شخص کسب اطلاع کردم، این سه فرزندی بود، بله، که این خانواده خودشن، پسر علی، دختر نونا و همسر فاطمه نسرین، این سه مادر. و خانواده دیگری که این میکشه بر آقای زارعی و دخترش سارا که در واقع با همسر خواهر زنش بودن. جالبه که اینا همه دختر خاله پسر خاله بودن، یعنی فامیلی ازدواج کرده بودن، دو خواهر از یک خاله و دو برادر از یک خاله، از دو خاله دیگر. حالا صحبتم هست که شاید دختر دایی پسر دایی، ولی کن اینا دختر خاله پسر خاله بودن، ازدواج کردن، یعنی همه فامیل بودن، یعنی از کوچکی اینها با هم بازی میکردن، بزرگ شده بودن، خانوادگی قاطی بودن، یک باند. یا بله، این هم علی بود، پسر 14 ساله. حالا شما همین گونه که این عکس ها رو نشون میدید، اجازه بدید من گزارش رو بدم که من رو عکس ها گم نشم، چون بخش اعظمی از این عکس ها در اینترنت نیست. و دوست عزیز من آذر شهبازی که از صمیمیترین دوستان زهره خانوم، یکی از مقتولین بود، امروز صبح برای من این عکس ها رو فرستاد. و این واقع، این خانواده همونطوری که از عکساشون نگاه میکنید، یک خانواده زیبای ایرانی، یک خانواده متجدد ایرانی و یک خانواده مرفه بودن. مشکلی که در اینجا بوده، این آقا چی میشه که طول زمان جدا میشه از لحاظ روحی و فکری از خانواده و کنار گذاشته میشه،
و بعد فشارهایی که بهش میاد در روز کریسمس وقتی که اینها کادوها رو باز میکردند، خب هنوز پل این رو جامعه شناسان باید بیان بررسی کنن. این هم بله همسرش و دختر زیباش، همسرش و دختر زیباش، دختر 19 ساله. خانواده من در این یک هفته کارم تمام ذهن و هوشم حواسم به این بوده که صحبت کنم، اطلاع کسب کنم. حتی سر مراسم خاکسپاری اینها در روز پنجشنبه در رسلان بود، رفتم و بسیار رو من اثر روانی بد گذاشت. فامیلی که بله این هم آقای زارعی و همسرشون هستن که وضع مالی خوب، بسیار محبوب در جانب جامعه ایرانی. در موقع خاکسپاری خانوادهی نبود، فقط برادر این دو خواهر، دکتر رحمانی رحمتی که یک جراح استخوان هست از لندن آمده بود، مردی بسیار محترم، و بیشتر دوستان بودن. من تعجب کردم چون دعوتی هم بود، خصوصی هم بود، چقدر یک خانواده میتونه دوستان بسیار نزدیک داشته باشه. و آمده بودن، تأسف خوردم، خیلی ناراحت، دو خواهر و دختر. وضع اینها خب سالیان بوده، از قدیمی ترین خانواده ایرانی هستن که ساکن دلاسن و از خوشنام ترین خانواده ها در واقع. تا این دیگه این ماجرا که اتفاق افتاد، من فکر کنم یک بدنامی بر پیشانی جامعه ایرانی از دید جوامع دیگر گذاشته. و این خانواده قاطی بودن، عاشقانه، خوشبخت بودن و مشکل مالی نداشتن. اصلا رابطهشون با جامعه بسیار خوب بوده، همه اینها رو میشناختن. چه میشه که به اینجا ختم میشه؟ خب این خانواده همه راه پیشرفت رو طی میکنن یکی یکی. جایی که آقای یزدانبناه یعنی قاتل به این مرحله میرسه، مردی بوده که وام میداده، خرید و فروش خونه میکرده، و بعد وقتی که اقتصاد به هم میریزه، حتی قبل از اینکه اقتصاد به هم بریزه، کارهای خلاف انجام میداده. این رو من با افرادی که با ایشون کار میکردن، حتی سر عده‌ای هم کلاه گذاشته در خرید و فروش خانه، حتی این اواخر مبلغ زیادی، مبالغ زیادی از مردمان بیچاره که پولشون رو سرمایه گذاری میکرده، میگفته من براتون سرمایه گذاری میکنم. و عکس خود این آقای قاتل، بله اجازه بدین عکس رو این باشه، من یک بیوگرافی راجع به ایشون بگم و بعد حرکت کنم. این آقا خوشبوش بوده، میگن مردی بوده خوش قیافه، خوش برخورد، زبان چرب و نرم، و خب در راستای کارش اعتمادی بوده. اما چه قبل از اینکه اقتصاد به هم بریزه در 4 سال اخیر، چه قبل از آن، شواهدی هست، شاهدانی هستند که برخورد کارهای خلافکارانه انجام میداده ایشون، و سرمایه دار بوده، یعنی به گونه ای که سرمایهش رو در جاهای غلط هم به کار میبره که به ورشکستگی میانجامه. مردی بوده حریص، بذاریم بگوییم، یعنی کسی که میتونسته در خونه خوب 400 هزار دلاری در اینجا نزدیک 300 خورده هزار دلاری وضعیت خوب، حتی اجازه نمیداده خانومش، همسرش زهره کار بکنه. در عاقبت کارش به جایی میرسه که از پسنداز و پول تو جیبی پسرش علی 14 ساله برداشت میکنه، چون دیگه پول بنزین هم نداشته. خب از بالا به پایین افتادن خیلی از ایرانی ها درگی دوچار این مصیبت شدن، ولی آیا همه اسلحه برداشتن و خانوادهشون رو کشتن؟ آیا همه به این بیچارگی و بدبختی رسیدن، یا اینکه دوباره شروع کردن؟ کما اینکه همسر ایشون زهره که هرگز کار نمیکرده، وقتی دیده شرایط این گونه شده، خب جدا شدن، در اون خونه نمیتونستن زندگی کنن. و بعد برادر خانم زهره، یعنی ببخشید، برادر خانم نسرین فاطمه، همسر
همین آقا و خواهر همسر این آقا وضع خوبی داشتن، کمک میکنن و خود این فاطمه یا نسرین خانم در دو جا بیچاره کار میکرده، در دو سالن و اسپا کار مانیکور میکرده، پدیکور میکرده و دخترش هم نونا نسترن، این دختر نوجوان 19 سالم چند جا کار میکرده کمک خرج خانواده بشه. یعنی وقتی از پدر که 10 سال هست دیگه جامعه هم به این اعتبار نمیداده، اعتنا نمیکرده، چون مبالغی از پولهایی که سرمایه گذاری شده بوده در ظاهر به اینها بهره میداده، بعد اینها پولشون بیشتر میشده، بیشتر میذاشتن و بعد یک جا قلفتی این پولها رو بر میداشته. حالا این پولها کجا رفته؟ چرا کسی که به هر حال این همه سال سرمایه گذاری کرده، اقتصاد خوب بوده، وضعش خوب بوده، چرا به این فلاکت میفته؟ به کجا این پولها رفته؟ چه شده؟ اینها رو ما نمیدونیم. اما اینکه خانواده این همسر و دخترش کوشا بودند و خودشون از با دست خودشون شروع میکنن با اعتبار، با اعتماد، با و این هم واقعا میتونیم بگیم یکی از شاخصهای کوشش‌های زن ایرانی است که در خارج از کشور هرگز نمیذاره بمونه. یعنی خانومی که تمام در این مدت که در دالاس بوده زندگی مرفهی داشته، نپا میشه میره و از مانیکوریست شروع میکنه، دخترش با مینیموم ویج یعنی کمترین دستمزد شروع میکنه و میخواسته بره به دانشگاه، تازه فارغ التحصیل شده بوده از دبیرستان، میخواسته بره به دانشگاه و قانون بخونه، وکیل بشود. اخبار زد و نقیز بود تا حدی که اینها طلاق گرفتن، ولی من وقتی در مراسم خاکسپاری با برادر این دو خواهر صحبت کردم، دکتر رحمتی، ایشون گفتن که نه، ایشون رسترون اوردر هم نداشته، چون گفته بودن که داشته که یعنی نتونه، حکم قانون که نتونه به خانواده نزدیک بشه. گفتن بوده، این حتی کلید خونه رو داشته، رفت آمد میکرده و گفتن از لندن یک ساعت قبل از این مراسم کشتار با بچه ها صحبت میکردن، صحبتی از این که پدر این آقای عزیز یزدان فنا یعنی قاتل در اونجا هست نبوده، همه شاد بودن. این رو هم بگیم شب قبلش در یک رنچی که آقای زاره داشته، یعنی شوهر خواهر زن، تعداد زیادی از دوستان شرکت داشتن، پارتی عظیمی بوده و این آقا دعوت نداشته و بعد روز کریسمس هم دعوت نداشته. برادر میگفت این چون کلیپ داشته به سرزده وارد شده و تکس مسیجی که یکی از دخترها یعنی دختر خواهر خانومشون میزنه به دوست پسرش، میگه که این سناکلاس میخواد پدر سال بشه و معلوم بوده که تازه وارد شده. حالا من مطمئنم خیلی از علالی که این آقا رو سوق داد به سوی این جنایت فجیع بر روی تکس مسیج ها میذاره، بیرون خواهد آمد، پلیس همه حقایق رو نمیدونه و شاید هم مثلا در یک جور تیس رو ول بکنه، چون یک مخارج زیادی هست و دیگه مشخص شده که قاتل کی هستش. کاری که این آقا میکرده، من با کسانی که باهاش در تماس بودم، آقای عزیز یزدان فنا، همه میگن این انقدر در فرستادن ایمیل و تماس با دوستان نزدیک بود که فرزن کریسمس رو تبریک میگفت به همه، یه دی رو تو لیستینگش داشته، شب یلدا رو، شب تنکسگیوینگ رو شعر میفرستاده، آواز خواننده ها رو میفرستاده، یعنی یک مرد رومانتیک و کانسرت و خیلی مورد توجه که چقدر این نایسه، همه برای همه داره مرتب کارت میفرسته، اشعار زیبا میفرسته، نرم و لطیف با همه صحبت میکنه. اینها در واقع امروز اگر بررسی کنیم بعد از این جنایت هولناک، میبینیم این در تنهایی خودش که جزء این خانواده عاشق که همه جا بودن، با هم بودن، نه تنها با هم بودن بلکه جامعه دالاس رو هم در داخل خودشون بودن و مدام اینها با هم شادی داشتن،
این آقا نبوده و این اینگونه داشته در واقع از لحاظ روانی یک نوعی داشته سیگنال یا علامت میداده که میخواد در شادی باشه، اما تنها افتاده در خلوت و تنهایی، برای دیگران میشسته، برای همه دوستان تبریک میفرستاده، اشعار و صحبت‌های زیبا. به همین دلیل ایده این آقا رو متعجبن که چرا این گونه رفتار کرده، چون خشونتی از این نمیدیدن. ظاهر بسیار وارسته‌ای داشته، انسان نازنینی بوده به ظاهر به زحم اینها، ولیکن از طرف دیگر من موردی شنیدم که در هیلگری ها یا حقوقبازی های قانونی که انجام میداده در مورد خرید فروش خونه یا سرمایه گذاری، یک شخصی به که متوجه کرده بوده فردی که از این آقا ملکی رو خریده بوده، میگه این راه ها اشتباهه، یه مقدار سرت کلا رفته. و همین قاتل زنگ میزنه به اون ایرانی عزیز، حالا من این دوستانم هستن، که بهش تهدید و قتلش میکنه، میگه تیکه تیکت میکنم. یعنی خشونت، من هرچی گشتم ببینم خشونتی در وجود این بوده یا نه، این مورد رو دیشب به دست آوردم که این تهدید هم کرده بوده کسی رو که صد راهش میخواسته بشه. مردی بوده که میخواسته همه جا اوورپاور کنه، قدرت کامل داشته باشه، کسی حرفی بالاتر از این. خب این به یک باره با اکانومی و با از اونجا که شو خشت اول نهاد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج، خشت اول چون نهاد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج، یه جایی بالاخره به اشکال قانونی میخوره. جامعه از این سلب اعتماد میکنه، خانواده سلب اعتماد میکنه، بچه ها سلب اعتماد میکنن. ما حالا میبینیم دو خانواده که دختر خاله پسر خاله همه بودن تو هم، این ازدواج ها ازدواج های فامیلی بوده، با هم در یه مرحله آمدن، بعد این آقا یکی میره هی پایین پایین، چون اون شیوهی که داشته دیگه کار نمیکنه در جامعه، به جایی میرسه که این دو فرزندش هم بزرگ شدن، اعتمادی نیست و بیشتر طرف مادرن، طرف خالهن و فشارهای روحی و روانی. و دوستی هم این آقای قاتل رو 10-12 روز قبل از مرگش دیده بوده، میگه بسیار بسیار دیپرس بوده. قضاوت در این که باز چه چیزی باعث میشه که یک نفر در لحظه آخر چنین جنایت فجیعی رو انجام میده، هنوز هیچ کس براش دلیل موجهی نداره، دلیل موجهی نداره، چون تا کسی کاملا آمادگی روحی و روانی و فکری نداشته باشه، یک جای قضیه خراب میشه، یعنی ممکنه وارد اون صحنه جنایت هم بشه اما نمیتونه جنایت انجام بده. این حتی پسرش آمده جلوی پدر رو بگیره، همونجا پسر هم زده و بعد میخواسته این ماجرا رو تقصیر برادر، یعنی در واقع کازنش، پسر خالش که شوهر خواهر خانومش بوده بذاره، اما خب از در هم میگن خارج شده بوده که بره، لباس سناکلاس پوشیده بوده، فکر کرده دیده جنایت هولناکتر از اونیست که بشه ازش فرار کرد، وارد میشه و بعد دمی در خودش رو میکشه بعد از اینکه به پلیس زنگ میزنه. اجازه بدین من در اینجا، دوستان اگر برید در اینترنت عزیز یزدان پناه یا نام فامیل، تمام این گزارش های پلیس هست و حتی دیروز قرار بود در اونجا خاکش کنن، نه در کنار این ششتن این آرامگاه رسلن کنسل کرد، گفت تنش بسیار زیباست، ممکن امروز خاک کنن، ممکنه که در خفا خواب کنن، ولی کن کینه و دشمنی بسیاری نسبت به این مرده. الان همه دوستانی که عاشقانه خانواده رو دوست داشتن، من امروز با آذر شهبازی صحبت میکردم، میگه یادت هنگامی بهت گفتم یه بوک کلاب، یعنی کتابخانی، کلوب کتابخانی هست، ماهی یه بار ما خانوما جمع میشیم، گفته بودم تو هم بیا، قرار بود همین زهره بوده، یعنی زهره خانوم خواهر همسر این آقا کمک میکرده. من در مراسم خاکسپاری آمریکایی‌ها رو دیدم که میگفتن که یه خانم آمریکایی میگفت من سرطان داشتم، من رو این خانواده دید،
چقدر من رو تحویل گرفتن، چقدر من رو دوست داشتن. یعنی این زهره است. بله، به قدر این زن محبوب بوده و دوست داشتنی بوده و کمک میکرده، وضع مالیشون هم خیلی خوب بوده و با خواهر اینها دو جسم بودن در یک کال بود، یعنی عشق و عاشقان، عشقی که بین اینها بوده، کمکی که به فرزندان کردن و فرزندی که خودش داشته دخترش سارا، من همکلاسی هاش در دانشگاه، میگن این در تمام رلی های ایرانی، تظاهرات ایرانی بود و اتفاقا من هم دیده بودم، در تظاهرات ایرانی ها بود، در حرکت های اجتماعی برای ایرانی ها بود، در حرکت های اجتماعی در مدرسه بود، داشته پزشکی میخونده، آیندهی بسیار، یعنی یک خانواده که نه تنها از لحاظ مالی مرفه بودن، از لحاظ فکری هم و عشق خودشون خیلی ها ثروتمند هستن، مورد آدم های خودخواهی میشن، ولی این خانواده قاطی بود با جامعه. حالا اینجا این دو بخشه، یکی این سری بزرگ ها بودن که رفتن جمعا 7 نفر در یک روز در عرض 15 دقیقه، دو دیگر سه جوون پسر علی 14 ساله، نونا نسترن 19 ساله و بعد سارا یا صحرا 22 ساله. این ستا جامعه جوانان ایرانی و امریکایی دالاس رو مریض کردن، چون دوست داشتن اینها رو. حالا شما ببینید این چه خاطره، چه اثر روحی روانی ناجوری در بین جامعه ایرانی گذشته و این بچه ها هنوز همه توی استیت شاکن. من در مراسم خاکسپاری از بیبی سیتر علی دیدم که میگفت روزی که علی لبخند زد، این بچه چقدر همین قاتل عزیز یزدان پناه ماد، همسرش صدا میکنه میگه بیا اولین لبخند علی رو ببین. ظاهرا همه هم میگن این عاشق بچه هاش بوده، جون میداده برای بچه هاش. اما خب کسی که عاشق باشه جون بده ممکنم هست، ولیکن مشکلاتی در داخل روحیه بوده. چرا به پزشک روانشناس مراجعه نکرده؟ چه چیزهایی باعث حسادت این و خشم این شده؟ چرا به اینجا ختم شده؟ اون اطلاعاتی که در اختیار من گذاشته، این همه جا دعوت بود، خودش نمیرفت، به گونه خودش حس شرم میکرد، کلید خونه دستش بوده، آپارتمانی که در گریپ واین، یعنی شهر شراب که بین فورت وورت و دالاس هست و اتفاقا سالیانه در اونجا برای خیلی معروفترین جاست برای تیت کردن شراب، میرفته میومده، کلید خونه دستش بوده، یعنی اونقدر نمیخواستن این رو ایزولش کنن، پس بزننش. حتی صحبت هم بوده که متوسل به پلیس شن و اصلا این رو قطع رابطه کنن، رفتن اومدن، چون تهدیدهایی هم به همسرش میکرده، حتی پسرش علی خیلی میترسیده. در یک مورد اونگونه که به من گفته شد، گفتن که چرا به FBI اطلاع نمیدی، ولی خانواده گفته بودن خب ما اگر جلو این رو هم بگیریم بالاخره کار خودش انجام میده. این فرد در ایزولی، در تنهایی پای اینترنت بوده، فقط روزهای شادی بخشی که خودش هم سالها بخشی از آن بوده، در این خانواده عاشق و نزدیک جدا شده بوده و در تاریکی از پشت یک دستگاه کامپیوتری به دیگران در واقع اون تنهایی خودشو القا میکرده، انتقال میداده از طریق تبریک گفتن و شعر فرستادن. دو سلاح هم داشته، یکی در سال 1996 درست سالی بوده که به خاطر خلافکاری های مالیاتیش حدود 30,000 دلار دادگاه براش جریمه بریده، این یک قلم. ولی در مورد سلاح دوم معلوم نیست کی خریده، از کجا آورده و چگونه، چون با هر دو اسلحه بوده. و من این گونه که شنیدم، خانوادهش یعنی همسرش و دو فرزندش از این بگونه هم میترسیدن. این عشق دیگه نبوده. اون ببین این بچه ها جوان ها در اینجا که بزرگ میشن، تینیجر میشن،
وقتی که ببینن مادر داره شکنجه میبینه، مادر ناراحته، باید کار کنه چند جا، دختر باید بره کار کنه، در حالی که ثروتمند بودن تا چند سال پیش، و پدر دیگه کار نمیکنه، نمیتونه، نمیخواد از پایین شروع کنه بره به بالا، دل زده میشن. عاطفهشون به گونه به طرف مادر میره که میبینن اسیر بوده. این هم برای همون گریپ واین سیتیه فکر میکنم. خدمتتون بگم عدم توانایی کسب درآمد از راه حلال، از راه قانونی، از پایین شروع کردن. خب بالاخره آدم به هم میریزه. مراسمی هم بوده، دوستانش در پارک در اینجا گرفتن، امریکایی. میخوام بگم این ماجرا فقط راجع به ایرانی ها نیست، چون سه جوان در این ماجرا بودن و اینها جوانانی بودن که نه تنها فعال بودن، دوست باز بودن، خیلی در حلقه گسترده از جامعه ایرانی و آمریکایی فعالیت داشتن، رفاقت داشتن. به همین دلیل هر کس فکر میکنه عضوی از خانواده خودش رو به گونه ای از دست داده. من موضوعاتی که اینجا نوشتم، بله، خیلی خوب فکر میکنم تمام این موارد رو خدمتون گفتم، ولی باز هیچ کدوم از اینها، از این موارد که چرا این مرد تحت چه شرایط روحی و روانی این تصمیم گرفته بوده، آنی نبوده، جنون آنی نبوده، نقشه کشیده شده بوده، حتی بلوف زده بوده که من کریسمس میخوام به دخترم ماشین هدیه بدم، به دخترم ماشین هدیه بدم، و نزدیکی خاله با اینها این رو عصبانی میکرده، پیش نزد دوستانش خیلی عصبانی بوده از خواهر، خواهر خانومش و شوهرش. اینها هم خب همه کازن بودن. چرا؟ برای اینکه این عشق شدید بین اینها ناگسستنی بوده و این دیگه خودش جدا شده بوده، برشکستگی ها رو به نامه. خب چون من میگم از دو زاویه این مسئله رو تحقیق کردم، کسانی که با این کار کردن، با این آقا، کسانی که با این آقا سرمایه گذاری کردن و چگونه سرشون کلاه رفته، نشون میداده که خب من یک مورد خلاف یا یک مورد منفی در مورد از مقتولین نشنیدم، جز صحبت های عاشقانه، جز حرف های نیک و زیبا. حالا مطمئن هستم در این تلفن ها و در این کامپیوتر که این آقا مرتب پاشه لاو لتر به همه میداده تبریک، به جای که پاشه بره آتی بشه با بچه هاش، موضوع رو حل بکنه، از کوچ از صفر شروع کنه، سنی نداشته، زیر 60 سال بودن همه، دوباره شروع کنه، نوعی حسادت عمیق که میدیده خب دیگران همه این شوهر خواهر چقدر داره وضعش خوب میشه، جامعه بهش اعتماد میکنه، نتونسته خودش رو تطبیق بده با این ماجرا و بلوف زدن این که برای دخترم میخوام من ماشین بخرم. ولیکن باز این لحظه آخر، اتفاقات، مکالمات، ماهای آخر خیلی مهمه و چون بچه ها اینجا مرتب رو تکست مسیج با هم دیگه اختلافاتشون، صحبتاشون، اینها ضبط هست، مطمئن هستم که پلیس اینها رو بیرون خواهد آورد و کامپیوتر خود این پدر رو مشخص، حداقل یه اطلاعی بدن که چه اتفاقی در اون روزهای آخر یا قبل از قتل افتاد که کسی رو به این حالت میرسونه و یک شخص در حالت عادی نمیتونه چنین کاری کنه. آیا این آقا قبل از این جنایت مواد مخدر استفاده کرده بوده؟ تنها کسی که دچار همچین مواد مخدر باشه میتونه جنونوار چین دست به چنین کاری بزنه، اما تمرین میکرده ماها سالها. و اینکه من حداقل با 50-60 نفر صحبت کردم، هر کسی به نوعی ناری میشناسه، هیچ کس نمیدونست که این بشر ممکنه چنین کاری بکنه، هیچ علامتی، هیچ نشانی در جایی هم دیده نمی شده، فقط از طریق کامپیوتر بیشتر ایزوله شده بوده.
چه چیزی منجر میشه که این چنین کاری رو انجام بده در روز کریسمس؟ حالا ما هنوز ماجرای انقلاب 57 مون رو نفهمیدیم چه شده، هنوز جرأت نمی‌کنیم راجع به دیتیل ها و مشخصاتش صحبت کنیم. هی حواشیش، این میگیم دیگران کردن، گوادلوب کرده، غرب کرده، دیگه وای به حال موضوعات داخلی و خانوادگی خودم که یه دیگه هم میخوان سرپوش بذارن، نه این نبوده، ولی کم در اینجا در این جامعه ما ممکنی زیر و بم این ماجرا رو نفهمیم. مطمئن باشین یه دیگه که این فیلم های ترو استوری رو میشناسن، چون ابعاد فاجعه بسیار گسترده بوده، کشف خواهند کرد، در خواهد آورد، حداقل از طریق جامعه امریکایی و کسانی که دوستان اینها بودند. خب این ماجرای دو خانواده، یک خانواده ایرانی در واقع که همه دختر خاله پسر خاله بودن، داخل هم ازدواج کرده بودن، عاشقانه سالها با خوشبختی و خوشحالی زندگی میکردن، مورد احتمال احترام جامعه بودن، اما به ناگاه دلایل بسیار، بخشیش افت اقتصادی بوده، چون مسائل دیگه هم من در مورد آقای شناخته شنیدم، البته اینها دیگه قابل گفتن نیست، ولیکن مادر تصمیم میگیره جدا شه، یک زن بالیاقت شروع میکنه و داشته وضع اینها خیلی خوب میشده، به جلو میرفته، به خصوص برادرش که جراح استخوان هست، اصلا ایشون میگفت کرایه، یعنی این گونه که من شنیدم گفته شده که تمام مخارج این آپارتمانی که این خانم اومده از رو بیچارگی و بدبختی، چون جای قبلشون حتی از نداری آقا آب و برقش قطع شده بوده، خب برادر کمک میکرده، خواهر کمک میکرده و به یه مرحله رسیده بوده بچه هم دیگه روی پای خودشون افتاده بودن. به هر جهت من تسلیت میگم به همه ایرانی هم، به خانواده، اصلا خانواده این هم بوده دیگه، یک خواهر دیگه از این هم بوده در ایران، پدر و مادرم که فوت کردن، اما دوستان نازکتر از گل که اینها همه فکر کردن خانواده اینها هستن و فعالیت های اجتماعی که اینها داشتن. در حال حیف به یک خانواده زیبای ایرانی که در جامعه غرب موفقه و چنین جنایتی اتفاق بیفته، به دلیل اینکه ما هم عادت نداریم زیاد پیشه بشینیم درد دل کنیم. دوستای صمیمی این آقا نمیدونستن دقیقا در دلش چی میگذره، یا بریم پیش یک روانشناس، روانکاو، یا اگر میبینیم که حس میکنیم که مشکل اساسی هست، یک رستریکشن، دیگه کلید خونه رو دستش ندید، چون این تهدید کرده بوده، میدونستن آدم مزاحمی هست، میدونستن که کارهای پلیسی و کارهای عجیب و غریب و زیرکاهانه زیاد انجام، جزء شخصیتش بوده. ولی خب دوستانی هم داره که میگن قابل توجیه نیست اینقدر، ولی ما نمیدونیم، مرد به ظاهر آروم و مؤدبی بوده، این که بخشی هم شغلش ایجاب میکرده. بسیار متاسفم، خود بنده مریض بودم واقعا، مگه میشه انسان از نزدیک ببینه دوستانش جامعه ایرانی چنین اتفاق هولناکی براش میفته و خونسرد باشه؟ حال هیچ که خوب نیست، یعنی همه رو تحت تاثیر قرار داده، در دالاس، تگزاس و خب در سایر نقاط دیگر. من چون دیدم اخبار ناقصی بوده در واقع یا کامل نبوده، خواهش کردم که امروز برنامه‌ام به این مورد اختصاص پیدا کنه و از آذر شهبازی عزیزم، دوستم و همسرشون خسرو و بیژن برادرش که از اینها رو از ایران میشناختن، کوه نوردی میرفتن، مدام با هم بودن، سپاسگزارم. یک بار دیگه دونه دونه عکس‌ها رو نشون بدید و یک لحظه هم رو هر عکسی تمرکز بفرمایید تا من معرفی بکنم این خانواده زیبا که امروز نمیدونیم دیگه در کجان، زندگی بعد از حیات رو ما نمیدونیم، اما حیاتشون به خیلی ها حیات میبخشیده، مثبت بودن، از جامعه مثبت بودن. بله، خانواده زارعی، آقای زارعی
دخترش که سرا که داشته پزشکی میخونده، بسیار مورد توجه و عشق بوده، عشق دوستانش، در تمام فعالیت های سیاسی اجتماعی شرکت داشته و همسرش زهره نازنی، فکر کنم این عکس در عروسی بود که ما هم بودیم و با همین لباس این خانم آمد و ما باش آشنا شدیم. و بعد این باز آقای زارعی و همسرشون در دست چپ و اون هم دختر همین قاتل هست. بله دختر قاتل هست و دو دختر هستند در واقع، دختر 19 ساله و بغل آقای زاره زادم دختری که داشته پزشک میشد آقای زاره زاده و همسرش زهره که میگن زیباترین چشمان سبز رو داشته و کسی من ندیدم راجع به این خانواده منفی صحبت کنه. میگم من حتی با کسانی که در دالاس منفی نگرند صحبت کردم، همه این خانواده رو به نیکی ازش یاد میکنن. و باز دوباره عکس دیگری از سارا زهر خانوم و آقای زارعی و بگردونید عکس ها رو، بخش از اینها در اینترنت هست ولی بخش شما نشون میدیم. دو خواهر و دختر 19 ساله کار میکرده، کمک مادر میکرده، دو سه جا در سی وی اس، در دیپارتمنت استور میخواسته وکیل بشه، خود این دختر دیگه از بابا پول نمیخواسته. خب پدر چجوری میتونه این وقتی میدونه مادرش در دو جا کار میکنه صبح تا شب، از اون ثروت و مکنت به این فلاکت رسیده بودن، خود این مادر دختر شروع کردن و این خواهر زهره کمک میکرده، داشتن برای خودشون، داشت واقعا از این دخترها باعث افتخار جامعه ایرانی بودن. گناه اینها چی بوده؟ و بله همسر این آقا که چقدر وحشت داشته، حالا اشتباه، این هم زهره خانوم، زهره خانوم همسر آقای زارعی که من اونطور که متوجه شدم در مراسم خاکسپاری خیلی مورد علاقه و عشق شهر بوده، یعنی بوک کلاب، کلاب کلوب کتابخانی با دوستانش به راه انداخته بوده و تمام مدت مادر حتی این بچه ها، بچه های خواهرش هم شده ترها نمیذاشتن. ببینید شما نمیخواین سرتون رو بزنین دیوار، این دختر 19 ساله میخواسته وکیل بشه، پدر بهش گفته بوده برات میخوام ماشین بخرم. ببینید اصلا دیوانه باره. و اینم روزهای خوش، خانواده، مادر و دو فرزند نشون، من عکسی ندیدم که پدر رو با این بچه ها نشون بده، حالا پخش نشده، انتشار داده نشده، ولی این رابطه عاطفی عجیب و غریب بین اینها در کمتر خانواده اونگونه که من تحقیق کردم شنیدم، حسادتی نبوده، عشق بوده، همکاری بوده. همونطور که گفتم چرا به اینجا ختم شده، یک نفر از اعضای خانواده که پدر باشه هم پای اینها نرفته، عقب مونده، به گونه ای توقع بلا شرط اون روزگار گذشتش رو داشته که دیگه غیر ممکن بوده یا ممکن هم میتونست باشه با کمی کوشش، با کمی از پایین شروع کردن، ولی کن چنین نبوده. و تقصیر رو یکی از دوست، یک آقای بسیار مسنی که میشناختن خانواده رو میگفتن که عزیز همیشه هر مسئله‌ای که برای خودش اتفاق می‌افتاد و اشتباه تقصیر دیگری می‌انداخت، هیچ وقت خودش رو مقصر نمی‌دونست، تقصیر رو بر دیگری، این عادتش بود، این خلق و خو و طبیعتش بود. و خب انسان‌ها هر چه بزرگتر میشن اخلاقشون هم باهاشون بزرگ میشه، به همون شکل میمونه. خب در یک جا به یک چنین مرحله میرسن. اما مردی بوده تنها در شب در سیاهی، جاهای دعوت در این نمی رفته، خودش ایزوله شده بوده، حالا واقعا باید موشکافی شکافته بشه. چرا حتی همسایی ها می دیدن مرتب گلکاری می کرده اون پشت، به ظاهر خوشبخت بوده اما نبوده، نبوده، حضور نداشته و سرمایه گذاری های اشتباه، خلافکاری ها در
حیطه کارش، بدرفتاری ها و نارو زدن ها که بسیار من شنیدم با کسانی که مستقیم با این از 6 ماه تا چند سال کار میکردن و کسانی که معامله کرده بودن، سرانجام این رو از بخش دیگه خانواده، از بدنه خانواده جدا کرده و این هم کل دختر خاله و پسر خاله ها رو در اینجا میبینید و متاسفیم که روز شب عید ما چنین گزارش رو برای شما به طور کامل گزارش میدیم و باید شب عید در واقع حرفهای زیبا زده بشه. اما خواستم خدمتتون بگم که جامعه مریض شده، همه کانسرنن، همه ناراحتن، امیدواریم آخرین غم باشه. اما دوستان این روزا همه با همن و رها نمی کنن بودن با هم رو، یادشون گرامی باد. نمیدونم چه درس اخلاقی ما میتونیم بگیریم، چون ما مسائلمون هم باز نمی کنیم راجبش روانشناسانه و جامعه شناسه ورشناسانه بررسی کنیم، بیشتر پرده پوشی میکنیم به خاطر آبرو. ولی وقتی آبرو عمله، آب زیر رو باید ما قدری هم بزنیم و صافش کنیم. سال نو مبارک، روزهای شنبه 8 بامداد، روزهای 3 شنبه 4 بعد از ظهر، از آقای امیر شهرتی عزیز، تمام بچه های تلویزیون پارس سپاسگزارم. هموطنان بدرود، تا برنامه دیگر، هپی نیو ایر.